برام خدا، سلام بر شما. با برنامه نگرش خوش آمدید. رئیس جمهور به خاطر بررسی حادثه کندز هیئت خطیاب با صلاحیت را تعیین نموده است. اما همه ما شاهد هستیم که رئیس جمهور چند پیش سه کمیسیون را برای بررسی حادثه کندز تعیین نموده بود. در ترکیب هیئت خطیاب دیدگاه های متفاوت نسبت به طالبان گرد هم جمع آمدند، یعنی اشخاصی که دیدگاه متفاوت نسبت به عملکرد طالبان داشتند گرد هم جمع آمدند و حالا میخواهند که راجع به این قضیه بررسی کنند. ولی تحلیلگران میگوید که ایجاد این هیئت و کمیسیون ها فرمایشی بوده و به خاطر قناعت افکار عامه میباشد، ولی کاری کرده نمیتواند. پیرامون این بحث داریم در برنامه نگرش. من مصطفی فیضی هستم. مهمانان من در استودیو آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، آقای موسی فریور، استاد دانشگاه، و آقای حشمت رادفر، روزنامه‌نگار. مهمانان گرامی، سلام، به برنامه ما خوش آمدید. سلام علیکم آقای ناصری. بحث میخوایم با شما آغاز کنیم. بالای ترکیب این هیئت خطیاب با صلاحیت به این ترکیب تا چه اندازه متوازن، مسلکی و کارا و در اخیر هم دید متفاوت خواهد داشت یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی، دوستان شریک در بس و تمام همکاران محترم تکنیکی و کلیه بینندگان محترم، من پیش از اینکه به سوال جناب عالی مشروع جواب داده باشم، میخواهیم که نتیجه را از پایان این مقدمه به اصطلاح قطع میکنیم. هیئت های خطیاب هیچ گونه ارزش نداره و منتج به نتیجه نمیشه. به عنوان مثال میگیم حادثه غم انگیزی که در جلیز اتفاق افتاد، هیئت با صلاحیت خطیاب با ترکیبای متعدد با شدلمت تعیین شدن و بعد از مدت مدیدی نتیجهش اعلان شد به کجا نشستن. میخوایم آمدیم در رابطه با کندز این هیئت هایی که تعیین شده، ما معتقد هستم که نتیجه از هرچه باشه، چون فاجعه ای که در کندز اتفاق افتاده بسیار یک موضوع غم انگیز، یک تراژدی انسانی است که واقعا تو در توی و افکار عمومی و سرتاسر مردم افغانستان را بی نهایت خدشه‌دار کرده، به دلیل از اینکه حجم فاجعه و بودهای ضد انسانی قضیه بی نهایت تکان دهنده است و منشأ این تکان دهنده و قضیه‌ای که منجر به این قضیه شده، بدون تردید مقامات حکومتی کنونی وحدت ملی چی بپذیرند چی نپذیرند، سهلنگاری تا حد مرز قضیه تعمدی پیش میره. به عنوان مثال شما اگر اجازه بدین، ما میخواهیم مستدل و منطقی خدمت شما دلایل بگم. این قضیه چند پیش بود که فرزند جنگ‌های متعدد اینجا صورت گرفت. جنرال مرادعلی مراد و همینطوری معاون ارشد امنیتی وزارت محترم داخله جناب آقای سالنگی و بقیه دوستا رفتن و بنا بود که تا طالبان را تصفیه بکنن، اما تصفیه کردن نگذاشتن و اینا رو بعد از دو هفته به کابل فرا خواندن. پس بنابراین او زمان چرا احساس نشد که خطر باید جلوگیری میکرد؟ این یک موضوع کار متوقف کردن، عملیات نماندن، تصفیه کاری صورت نگرفتن و بعد رسانه های حکومتی از آدرس های متعدد برای مردم اطمینان دادن. مسئله دوم و عبارت عزیز که وقتی که جنرال صاحب عبدالرشید دوست معاون اولی محترم ریاست جمهوری در قضیه فاریاب رفت مداخله کرد، ما و شما دیدیم که هم از ارک صدا بالا شد، هم از شورای ملی صدا بالا شد، هم از آقای امرخیل که به عنوان به اصطلاح سرمنشه تمام جعل و تقلبی که انتخابات به بدنامی کشاندن صدا بالا شد، تا اون حدی که یکی از شورای ملی گفتن که ما خود محاکمه میکنیم دوستم، یکی دیگری گفتن که اینا به خاطر نسل کشی و قوم کشی رفته، و دیگری هم گفتن که اگر مثلا آقای امرخیل میگفت که اگر دوستم برنگردم ما خودم طالب میشم. خب این چرا این غفلت صورت گرفته؟ پس معلوم میشه که اینجا یک قضیه واقعیت است و هیچ کس نمیتونه منکری از این قضیه شود. از اینکه آیا این قضیه واقعیت در خیلی این هیئت خطیاب میتوند برملا کند؟ خب این هیئت خطیاب اگر که قطعا ما نسبت به افرادش سخت احترام دارم، افرادهای سرشناس هستن، هم جناب آقای فاروق وردگ و همینطوری امرالله صالح صاحب و برادران دیگری که در ترکیب هستن. و یه چیز خوب است، منتها
من میخواهیم بگم که فقط اونزمو جنبه پوششی که فرزند به عنوان یک لایه سیاه میخواهد حکومت بر اعمال گذشته ای که در چندین جا اتفاق افتاده مجددا افکار عمومی چون همه واقعا بسیج شده متمرکز شده که این قضیه تا ما گفتم خدمت شما که کاملا اگر 100% عمدی نیست 95% بلکه در مرز تعمد قضیه تکیه میکنه به همین دلایلی که ما خدمت شما یادآوری کردیم شما ببینید نهادهای امنیتی اون شب فرزند وجود نداره والی که بالاخره باید کشته شود و تر خودش هم است که باید کسی که رفته اونجا به عنوان نمایندگی از ریاست جمهوری خب بالاخره اینمی شرایطی افغانستان است چطور میره در تاجیکستان میگه ما به دستور خود رئیس جمهور و تاجیکستان آمدیم و کسی که نقش محوری میتونه تمام نیروهای امنیتی را به اصطلاح ای بتونه در یک محوریت هماهنگی ایجاد بکنه و از مردم دفاع بکنه این قضایایی است که غم انگیز اتفاق افتاده من معتقد هستم که فقط وقت اتلاف میشه و با کمال تاسف در شرایطی که عوض از اینکه عملهای عملیات تصفیهوی به شدت حدتش باید پیش بره و تمام تروریسم ها را واقعا ریشه‌کن بکنه اینا را میخواد بالاخره به خاطر غفلت مردم و همینطور یک لایه پوشی برای این قضایای درست آقای فریور نقدی که بر ترکیب این کمیسیون وضع سنی است گفتن که افراد را گرد هم جمع کردن که دیدگاه متفاوت نسبت به عملکرد طالبان دارند حالا یکی از اون افراد میگن که طالب مثلا دشمن است طالب مکتب میسازانه طالب فجایع میکنه شخص دیگر میگه نه طالب کسی است که مکتب هیچگاهی نسوختانده بلکه بعض افراد دیگری هستند حالا با این تفاوت دیدگاه فکر میکنید که در نتیجه این هیئت بتواند یک گزارش واحده به ریاست جمهوری ارائه کند یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین بار سلام به شنونده و بیننده همکاران تخنیکی شما و شرکای حاضر در بحث اول اظهار تسلیت میکنم به همشهریان شریف شهر کندز و خانوادهایی که در بدر و خاک بسر شدند اتحاف عدیه میکنم برای طیبی همه شهدای امت و خصوص شهدای عزیز کندز و لعنت و نفرین میفرستم به کسایی که باعث فاجعه بزرگ در افغانستان شدند از هر قماش، از هر تبار، هر گروهی که بودند ما این بیت بار خواندیم یک بار دیگه هم میخوانم سرشک از رخ هم پاک کردن چی حاصل علاجی بکن که از دلم خون نیاید ما فکر میکنم که باید چاره اصلی شود گیرم کمی آیت حقیقت یاب آمد و به اصطلاح حقیقت پیدا کرد و بر آقایان غنی و عبدالله را آورد داد آیا با این مشکل افغانستان یا مشکل فاجعه قندوز حل میشه؟ که هرگز ما در ماورای بحثایی که در مطبوعات میآید و در رسانه ها دیشب و روز را مطالعه میکنم میبینم من چیز دیگه برای گفتن دارم فاجعه که در قندوز صورت گرفت این نه به اختیار آقای غنی بود و نه عبدالله از در اختیار کی و نه در اختیار دولت یا حکومت نامتجانس وحدت ملی این رقابت های روس امریکا در افغانستان است شما میفهمید که روابط بین ایالات متحده امریکا و روسیه در شرق میانه و مرز حتی برخورد مسلحانه کشیده شده اوضاع یمن، اوضاع سوریه، عراق و سایر منطقه که همه در جنگ و در مداخله خائنانه ابر قدرت های اسلام دشمن می سازند باعث تیرگی روابط بین دو ابر قدرت شده و فاجعه قندوز همزمان بود با نشست سران کشورها یا دولت‌ها در سازمان ملل متحد و یک امر تصادفی نبود و در فاجعه کندوز گویا امریکایا یا باراک اوباما با پوتین تفهیم کرد که ما میتونیم اما قسمی که وزیرستان شمالی را آوردیم به افغانستان و در شمال افغانستان و این توان و این ظرفیت هم داریم که میتونیم با آسیای میانه و تا به منطقه اویغورستان چین این را بکشانیم بله هرگاه قضایا این همه بزرگ است پس چه نیازی که همچون یک هیئت حقیقت یاب ما میرم که این را که سردمداران نظام میرن به ترکستان است این در اختیار از یا نیست این جنگ استخباراتی است این جنگ نیابتی است و بر علیه اسلام و مسلمان است و بر علیه منافع اولیای افغانستان است
ما باید با دید وسیع قضیه را ببینیم، به خاطر که افغانستان یک جزیره مجزا از جهان نیست و در عصر گلوبالایزیشن یا به اصطلاح جهانی کردن که ایالات متحده آمریکا در رأسش قرار داره، ما نمیتونیم افغانستان به عنوان دیگماتیک و مجزا از دیگران مورد مطالعه و تحقیق و قضاوت قرار بدیم. و اما ما به عنوان یک شهروند با مسئولیت حسن ظن خود در مورد امی دو نفر که شما نام گرفتین حفظ میکنم. وجه مشترکی که دو دوست ما دارن، هر دویش عضو تیم آقای کرزی بودن و در حکومت کرزی بودن و از کسایی بودن که در رکاب ایالات متحده آمریکا آمدن و همیجا جان فشانی کردن و تجربه دارن و به حساب پس حالا شما مطمئن هستین که نتیجه داره. یکی خواهد بود خب نه اینکه به مانند کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی دو دیدگاه بالاخره دو تیم ایجاد خواهد اجازه بدین حالا ما فکر میکنم که شما که آیت حقیقت یاب چی گفتین با صلاحیت بله. خوب اصطلاح را به کار بردین امیدوار هستیم که از طرف ریاست جمهوری به کار بله. امیدوار هستیم که آیت تفویض صلاحیت کامل داشته باشه و یا با مد نظر داشت منافع اولیای افغانستان بدون ها با باغس بدون رنگ و بوی قومی و نژادی برن به فاجعه قندوز رسیدگی کنن و کسایی که در این فاجعه عاملین داخلی را میگیم خارجی رو بیشتر گفتیم که سرش بحث نمیکنیم عاملین داخلی را و کسایی که جاده صاف کن بدن و زمینه را برای فاجعه فرام ساختن وار شناسایی کنن و ای کاش که باز ما ظرفیت باز در دولت ببینیم در نهادهای راست از قانون ببینیم که اشخاصی که شناخته شدن باز یا بی محابا و بدون مصلحت‌های سیاسی به پای میز محاکمه قربانیان فاجعه کندوز کشانیده شوند. محاکمه حرف بعدی است. آیا این ظرفیت در این هیئت وجود دارد؟ حسن زن خود در مورد دو دوست ما گفتم حفظ میکنم و ما نه تنها ما و شما ملت افغانستان منتظر عمل کرد از یاس و خدا کنه که سرنوشت حیات با صلاحیت به سرنوشت سی کمیسیونی که شما اشاره کردین کلم یکون شد مبتلا نشه و بتانه یک خدمت شایسته را برای شناخت ریشه های فاجعه کندوز انجام بتن. بله آقای رادفر، حالا ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه مطبوعاتی خود نشته کرده که کمیسیون حقیقت‌یاب با صلاحیت، آیا واقعاً این کمیسیون صلاحیت خواهد داشت و در عملکرد خود استقلالیت عمل خواهد داشت؟ اول به نام خدا با سلام درود به شما و مهمانای گرامی و بینندگان ارجمند تلویزیون. یک بحث چیزی که من میخواستم روش تمرکز کنم جناب استاد و جناب وکیل صاحب بسیار به زیبایی او را بیان کردن، زیباتر از او حدی که من میتونستم تصور بکنم میتونستم بیان بکنم. بحث صلاحیت و بحثی که یک هیئت به حقیقت یاب میتونه مثلا از فرض کنن از یک فاجعه که او همی ثبات افغانستان، موجودیت افغانستان، وحدت ملی افغانستان، همی نظم نیم بند موجود را به چالش فرا بخانه، این هیئت حقیقت یاب یا پیامد کار از اینا بتانه یک تأثیر کلان روی وضعیت بگذاره، اینجا باورمندی یا عدم باورمندی میتونه اهمیت داشته باشه. خب صلاحیت یک امر است که دمی ساختار اداری و رسمی و یک دستگاه قدرت مثلا تفویض میشه از طرف هیئت حاکمه با یک یا دو یا چند نفر برای اجرای یک کار، اما ای که این صلاحیت چقدر اونجا زمینه کاربرد داره، چقدر میتونه در یک محیط امن و در یک محیط قابل اعتماد اونجا اعمال شود و حقایق به دست بیاید، ای بحث دوم است. ما اینجا در ارتباط با هیئت حقیقت یا به جای از اینکه روی افراد تمرکز بکنیم که کی از کدام دست است و از کدام جناح میآید، ما باید بر ازی تمرکز بکنیم که چقدر ما امکان دستیابی به حقایق را اونجا داریم. یک طرف قضیه است. بحث دومی که امی اولویت ما در بحث کندوز آیا امی است که ما بریم کل توتوی قضیه را در بیاریم یا ای که بریم مردم را نجات بدیم،
جایی که از انتشار بحران به کل حوزه شمال شرق و کل شمال افغانستان جلوگیری کنیم، جایی که به او سرباز و افسر اردو و پلیس و امنیت ملی افغانستان که روزهای روز اونجا منتظر مثلا امی قمانده جنگ ماند و اونجا تا زمانی که او روحیش تضعیف شد و صدمه دید و ای هماهنگی در اینجا حضور و وجود نداشت که عسکر ما در میدان درست جنگ بکنه، ای حیات حقیقت یاب چی را میتونه در اینمی چند برا در واقع بیای حل بکنه و سوالای مردم را در ارتباط پاسخ بده. ای حیات حقیقت یاب آیا میتونه جواب به اوق زن و دختر مردم که به عزت و به عفت شد و اینمیال یک تعداد زیاد از اینا هنوز هم گمستن و از اینا پاسخ فراهم بکنه یا خیر؟ بله، میخوام بپرسم شما که یا این همه از جوابات در حد توانایی این هیئت حقیقتیاب خواهد بود که بالاخره برای مردم افغانستان و برای ریاست جمهوری افغانستان راه کنه؟ من از یک جای دیگه نگران هستم. خدا شاهد است به عنوان یک شهروند افغانستان در طول حداقل دو هفته گذشته کمی فاجعه زمینه سازی میشد برای بروزش و بعدم اتفاق افتاد و امثال از اینا. خب ما روی کردهای متفاوت را شاهد بودیم. وقتی در یک کشوری که مثلا یک جنایتی به این هولناکی اتفاق میفته و یک مجموعه کلان آدم ها حاضر میشن بیان او رو توجیه بکنن و با تفره رفتن و با اغماز با او برخورد بکنن، ما باید یک جای دیگه دنبال رای حل باشیم. پس حالا دقیقا نمون حرف استاد است جایی که ما میریم به ترکستان است؟ نه من بحث ما دیگه چیز است. ما این کمیسیون به عوض از این که با جای دیگر را ارزیابی کنه، ما دیگه چیز میخوایم بگیم. بحث ما است که ما در افغانستان به عنوان یک کشور، یک جایای، یک پدیده های، یک واقعیت هایی که میتونه ما را به عنوان یک ملت به هم پیوند بته دوچار چالش داریم. اون کجاست؟ او اینمی به هر دلیلی که وقتی یک انسان در پرده تلویزیون میای حاضر میشه جنایت را توجیه میکنه یا مثلا جنایت را ربط میده جنایتی که امروز اتفاق افتاده با یک جنایتی که در یک گوشه مثلا یک سال یا دو سال یا ده سال پیش اتفاق افتاده و حس انتقام را نه تنها در خود اینمی مجموعه وجود داره و میخواین این را ترویج بکنن و این مجموعه کی است؟ مشکل اصلی در اونجا است. این مجموعه ما دو نوع مردمی داریم که بسیار به راحتی اغماز میکنن از جنایت هایی که در افغانستان اتفاق میفته. یک، او کسایی که امی بیماری عصبیت آمیز قومیشان بسیار بالاست و دو، او مجموعه آدمایی که با توجه به اینمی بی توجه به اینمی جنگ روانی تبلیغاتی که از جهتهای مختلف در این کشور و در این منطقه جریان داره، اینا با حرکت از یک دیدگاه ایدئولوژی که بسیار تون روانه میان یک جنایت را توجیه میکنن. متاسفانه ما هر دو نوع وزیر در اتفاق قندوز و وقایع بعد از او داشتیم. ما که میگم مشکل اصلی در این جاها است به این خاطر که شما وقتی در جنگ در قندوز مثلا سقوط کرد، امروز ما پیشتر در فیسبوک میخوندم که مثلا برق شهر قندوز دوباره اعاده شد. مثلا ما در طول روز همین وقایع را که تعقیب کردیم، وضعیت به گونه‌ای بود که نیروهای امنیتی افغانستان با تمام چالش ها و کمبودهایی که از اینمی طرف روبرو هستند با او یک فضای نسبتا امن را برای مردم حداقل در شهر قندوز فراهم کردند. اما بحث اصلی است که وقتی جنگ فرسایشی ادامه پیدا بکنه در قندوز که ای طرفش مثلا یک ولایت دیگه از بغلان، در یک گوشه دیگهش ولایت سمنگان است و نه. از او طرف شرق و شمال شرق هم با بدخشان و با تخار وصل است و این یک زنجیره بسیار خبیثه را ایجاد کرد در امی حدود یک ماه گذشته که ما در بخش از ولایت های تخار ناامنی را داشتیم، در بدخشان حالا شما اشاره میکنید که ناامنی قندوز دقیقاً ناامنی سیستماتیک است به خاطر برهم زدن امنیت شمال. بحث ما این است که به هر دلیلی که قندوز در قندوز جنگ فرسایشی ادامه پیدا بکنه، به هر دلیلی که ادامه پیدا بکنه، این میتونه به عنوان یک ماده سرطانی برای کل شمال افغانستان و برای کل تمامیت این کشور عمل بکنه. آقای ناصری، چقدر باورمندی وجود دارد که این هیئت حقیقتیاب با صلاحیت بتواند واقعا کار خود انجام بدهد؟ آیا باورمندی وجود دارد در نزد مقامات ارشد حکومت وحدت ملی و اون حلقه را که آقای رادفر اشاره کرد یا خیر؟ خب اساسا ماهیت و جوهر هیئت حقیقتیاب چیز و عبارتی عزیز که اساسی ترین
عوامل و ریشه های بارانی که منجر به این فاجعه ضد ملی و ضد انسانی شده باید پیدا کنه. این یک. اما آیا اون توانایی را این هیئت داره؟ بعد از اینکه پیدا کردن او را شناسایی بکنه و معرفی بکنه. دو. سه. در قدم اول در مرحله سوم اونمو عوامل به جزای اعمال خود گرفتار شوه. و فرض مسئله اینه که اون در دو تا قدمه اول کار ساده میشه پیدا کرد. اما ما از نتیجه کار ناامیدیم که ما قضیه جلیز برای شما یادآوری کردیم. بله. چرا؟ به علت از اینکه ما در جریان هستم. اگر به عنوان مثال آقای دوستم در فاریاب نمیرفت، قبل از قندوز فاریاب دچار همین فاجعه میشد. و ما شما شاهد بودیم. شما الحمدلله به عنوان عضو میدیای زنده افغانستان که خدمت بزرگ واقعا به کالچر و دیدگاه ها و به اسلام اطلاعات عمومی مردم کردین، خب بالاخره شما ها کردین. شما در جریان خود دیدین چه صداهایی بلند شد از بیخ گوش رئیس جمهور محترم افغانستان تا پارلمان تا دیگری. اونهایی که فرزن آمدن قضیه ایده چیز را این رقم توجیه میکردن که العیاذ بالله العیاذ بالله، یعنی ما میخواییم دفاع بکنیم از پشتون. اینا آدم های احمقه. اگر ما بیاییم بالاخره در یک تجزیه و ترکیب مکانیزم قومی قضیه را بررسی بکنیم، در این مملکت بیشترین قوم بالاخره بیشترین آسیب و بیشترین قربانی را که پرداخته قوم محترم پشتون ما بالاخره در مقابل تروریسم پرداخته. پس بنابراین این اخفالگری است که یک تعداد میای با کمال تاسف اینا چرا متوجه نیستن واقعا که به خاطر دفاع از یک حلقه خاصی که بخواهی جنایت ها را توجیه بکنه، اون وقت میای بالاخره یک قوم متمدن و پیشرفته ای که بیشترین زجر را این همه قربانی در هلمند و در قندار و در جنوب و در لوگر و در نورستان و پکتیا و پکتیکا دادن، این قوم های محترم ما بودن دیگر. اینا خب بالاخره به خاطر دلسوزی از پشتون که نمیخه که به اسرائیل را توجیه بکنه که میشه. اینا کارهای غفلت است که متاسفانه در دستگاه حکومت قبلی وجود داشت، در دستگاه حاکمی فعلی هم هستن. و در حقیقت ما میخواهیم اونمو ستون پنجمی که خدمت کنیم بعد از کدام جنگ بود که به اسرائیل صورت گرفتن، همین قضیه است. امروز بغرنج مسئله قندوز بسیار یک مسئله تو در توس، یک مسئله تعمدی است، یک مسئله که ما بالاخره مستدل بحث میکنیم. به عنوان مثال آقای جنرال عبدالرشید دوستم، ما هیچ گونه رقم بالاخره رفاقت و دوستی بالاخره نداریم با او که ما از او چی میکنیم. او آمده بود بارها و بارها گفت در فاریاب وقتی که ما خدمت از رفتیم، گفت که ما میرم برمیگردم موضوعات بالاخره چلنجا و چالش هایی که در سمت شمال وجود داره، میرم با شورای محترم اعضای محترم شورای امنیت ملی بحث میکنم، اگر اینا به ما اجازه داد بلا فاصله بالاخره من به قندوز برمیگردم. چرا با این اجازه دادن اون مشکلات میتونیم ربط بدیم با اون سیاست های کلان قدرت های جهانی که به نوع از حال افغانستان و سیاست افغانستان، سیاست مدارای افغانستان زیر تاثیر اون سیاست های بزرگ جهانی در آمده و حالا نمیخواد کار کند؟ خب باز ما میایم بالاخره میخوایم بحث منطقی پیش ببریم. و عبارتی از در راستای این سوالی که جناب عالی مطرح کردن، در اول فصل بهاری هم امسال بود نهادهای امنیتی به اصلاح خواسته شد، همین سکتورهای محترم که در رأسش همین شخصیت هایی که فعلا هستن اینا به شمول جناب آقای حنیف اطمر، کلی از اینا میگفتن که به اصطلاح داعشی که اینجا به وجود آمده هم هدف فرامنطقه‌ای داره هم داخل منطقه‌ای. خب امروز گپ میخونه وقتی که اینا متوجه از این قضیه بودن، چرا بالاخره ایره در نطفه خونسانه کردن؟ چرا ریشکن نکردن که ماندن تا به امروز؟ امروز ما بخوایم نخواهیم مردم ما و ملت و مردم افغانستان در سمت شمال قربانی یک توطئه بین المللی است. و عبارت عزیز که ما بخوایم نخواهیم رقابت هایی که بین آمریکا از یک طرف، انگلیس غدار از طرف دیگر، عربستان سعودی که تمویل کننده به اصلاح سرآغازگر اموال پول های متعدد بود که تا هنوز بلخ به برکت همین پول هایی که به پاکستانیا داده و تروریسم را به پرورش داده و مردم و ملت افغانستان به قربانی گرفته در یک طرف قضیه است، ولی کسی انکار کردن نمیتونه. به عنوان مثال میگم تا وقتی که روسیه مداخله، ما میخوایم حرف استاد تایید بود، تا وقتی که روسیه در قضیه به اصطلاح سوریه مداخله نمیکنه، چطوره که بالاخره آمریکایی‌ها هر یکی پس از دیگری باشد نمد میگه ما تمام وظایف خود در افغانستان تکمیل کردیم و روند به اصطلاح خارج شدن ما متحول دادن این قضیه در صورت مشخصا برای باورمندی و عدم باورمندی مقامات ارشد حکومت وحدت ملی بهم، به خاطر بررسی حادثه کندوز باورمندی وجود دارد یا خیر؟ به هیچ وجه باورمندی وجود نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا توان از این نداره، به علت از اینکه اینا با بدون اشاره کشورهای خارجی یک تصمیم گیرنده هستند
در این گونه قضايا اینا نمیتونن تصمیم بگیرن. اینجا قربانی که شده هم با عنوان به اصطلاح موتیو و انگیزه ها و متغیرهای داخلی دست به دست هم دیگر دادن که میخواهد جنگ قومیت را با کمال تاسف بعد از این همه سالهای پیشرفتی که ما داشتیم مجددا در ساحه شمال اینا دامن بزنه. بالاخره متاجرینی که از کشورهای متعدد اینجا دار ستایش میشه و تمویل میشه و پشتیبانی میشه، هم در حلقه به اصطلاح شورای عالی صلح وجود داره، هم در نهادهای امنیتی وجود داره، همه چیزی که بالاخره ما نمیتونیم خاک به چشم مردم افغانستان بزنیم. و از طرف دیگه وقتی که روسیه اونجا قد علم کرده اینا آمده آلا آمریکایی‌ها میگه که ما از این حادثه گذشتن نمیتونم. خود تو آمریکا بالاخره چرا تا هنوز تجهیز نکرده در طول 13 سال نیروهای امنیتی افغانستان؟ چرا هواپیما در اختیار از اینا قرار ندادین؟ واقعا مواد مخدر چرا با این مبارزه نکردین که امروز بالای 3 میلیون انسان در افغانستان معتاد به مواد مخدر؟ مردم و ملت افغانستان واقعا تصمیم خود بگیره، از حیثیت و شرف خود آبرومندانه دفاع بکنه و بیایه بالاخره در یک قیام عمومی در کنار حکومت، نمیگم نظام چپه بکنه، این نظام دیگه توانایی رهبریت 100 درصد از این مملکت حکومت نداره. شما میبینید نسل جدید چقدر بالاخره هر روز میره در دریاها غرق میشه، پول بالاخره ارزش پولی و اقتصادی افغانستان با هر روز در مقابل کلدار و دلار امثال ذلک پایین میاد. این یک وحشت، یک واقعیت. پاسخگو کی هستن؟ کسانی هستن که سران حکومت وحدت ملی بینه و بین الله تا هنوز به مکلفیت های ملی خود عمل نکرده. امیدوارم که واقعا از سر خر شیطان اینا پایین شوه، بیای بینه و بین الله حد اقل 30% به همین مکلفیت های خود عمل کنه. وقفه داریم، پس از وقفه برنامه نگرش هم چنان ادامه. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. جناب استاد، چه تضمینی وجود دارد که در اخیر مطابق نتیجه این هیئت حقیقت‌یاب بالاخره افراد مجازات و مکافات شوند؟ حالا کسانی که کار خود به صورت درست انجام ندادن مجازات شوند و کسانی که کار خود از حد توان بالاتر انجام دادن مکافات شوند. ما پیشتر گفتم که یک پروژه بود که افغانستان به وزیرستان مجدد تبدیل شد، جغرافیای جنگ و خواستگاه جنگ تغییر کرده. این پروتکل بود بین پاکستان و انگلیس و امریکا که دیگه پاکستان واقعا سخت صدمه دیده بود و میخواست که خدا دیگه از شر این موضوع خلاص کنه. و جناب آقای ناصری هم مشارکت که پولش عربستان سعودی به نوبت خب او گپاش سرش نمیپیچم. برنامه می بود که شمال افغانستان و سه ولایت شمال شرق ای به جغرافیای جنگ مبدل شوه، از نظر ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جای بسیار مساعد است، امکانات فوق العاده داره. قندوز خود گدام غله افغانستان بود در گذشته، ای برای یک جنگ فرسایشی طولانی بهترین زمینه است. یعنی هم اراضی، هم امکانات، هم دور بودنش از مرکز قدرت به اصطلاح در افغانستان و دور بودنش از چی؟ از حضور رسانه ها و به حساب یا بگویم فوکس یا توجه رسانه ها. من به مو خاطر گفتم که در اینجا زمامداره افغانستان کدام نقش ندارن، منتها باز خسارهش ملت میپردازه. خانه که خراب میشه افغان، کی بی پدر میشه افغان. مگر زمامداران نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنند؟ مگر زمامداران نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنند؟ خب اینها رأی خود از مردم افغانستان نگرفتند؟ حالا خود دیگه تجربه یک سال و اند گذشته عملا به اثبات رسید که زمامدارا نه از مردم بودن و نه با مردم ارتباط دارن، و اگر یا از مردم می بودن این فاجعه باید در قندوز صورت نمی گرفت. و اگه احیانا ماورای ارادی از یا این جنایت در قندوز صورت می گرفت، یا توان و جرأت از ایره می داشتن کرفشا می کردن، در کنار ملت قرار می گرفتن و می گفتن که ما تقصیر ما در این مورد کاملا اثر من شمس است، ما نتانستیم جلوی فاجعه را بگیریم، بنان ما برومندانه از قدرت کنار میریم. و اگر فراموش تا نشده باشه فکر میکنم حدود یک هفته قبل هم اینجا آمدم یک نسخه را که من برای هموطنا و برای حکومت نامتجانس وحدت ملی گفتم، یکی از رایالایی است که یکی از دوستای ما به خودش داوطلبانه از قدرت کنار بره، و چون حال سوالی است که کدامش مستحق کنار رفتن است و با مو اصطلاح عامیانه بچهای شوخ کابلی شیر خط بندازن و هر کس به حساب نوکر تالی خود. پس این همه بدبختی از خاطره چه بودن در این زمان و بیشتر از یک سال گذشت؟
این همه بدبخت که مردم افغانستان شدن، شمال افغانستان به نوع از آنها شما اشاره کردن که وزیرستان دوم تبدیل شد. بله. نه ببینید، ما بیاین که تسلسل منطقی گپ خراب نکنیم. ما گفتم که سه ولایت باید به جغرافیای جنگ مبدل شود و باز بالاخره این جغرافیای جنگ برای به او طرف چی؟ حالا این خاص در دریای امو او طرف فرضی بسیار بزرگ است و این یک دید بسیار بزرگ است. بله. اما شما اشاره کردین که شعر خط باید انداخته شود. گفتم خب نه، یک مسئولیت دو نفر از کوره گفتم که یا برات زمان باید میکردن و به ملت میامدن اقرار میکردن و عجز خدا و ناتوانی خدا میگفتن که آ وطندارا اید اختیار ما نیست، به قول حافظ بزرگوار در پس آینه توتی صفت هم داشتن آنچه استاد ازل گفتمان میگویم و دیگه ما به اختیار ما نیست، گپ از اختیار ما نیست، شما ما رو ملامت نکنید. پس هرگاه چون این باشد ولی پس... کوشش میکنن که به نحوی از آنها چی کنن، تجاوز عرفانه کنن یا میخواین وانمود کنن که گویا ما دهی کدام قصد قبلی نداشتیم و از برنامه هم که به او ما اشاره کردم و سایر دوستان اشاره کرد گویا ما اطلاع و وقوف نداشتیم. ولی واقعیتی است که قضیه از صلاحیت این دو دوست ما و از دو امی کسایی که در رأس امور علی الظاهر قرار دارن، کلمه علی الظاهر بارات به تکرار میگم، علی الظاهر از افسلی از یا و از توان از یا و از قدرت فهم از یا بالاست. ولی چیزی که ما در عمل میبینیم در قاعده این ملت مظلوم افغانستان است که خسارت میپردازه، او کندزی بدبخت است که برو در چندین ولایت بی خانمان و در بدر میگرده و در شهر کابل بی سرنوشت میگرده. ما فکر میکنم که بزرگترین اولویت در برابر آقایان غنی و عبدالله اگر احیانا احساس مسئولیت کنند که من این باور ندارم، ایست که باید هر چی زودتر به کندز امنیت بیارن. چرا اگر کندز بورانش از یک ماه بیشتر شد، با تضمین براتون میگم که فرضیه را که ما پیشتر برش گفتم این تحقق پیدا میکنه. ولایت تخار و بدخشان به طبع و متعاقبا باید بره به سنگر مخالفان مسئله دولت تبدیل شود و در اینجا می توقف نمیکنه. باید بغلان به خاطر که باید مقطوع شود، از دولت مرکزی یا رابطهشان قطع شود. و کندز ما 5 سال در اوج زندگی کردیم با خانواده و بیشترین عزیزا و دوستا ما در شهر کندز دارم. در لیسه شیرخان کندز ما درس خواندیم و درد و رنج و محرومیت و مردم هم ما با گوشت و پوست خود احساس میکنم. پس آیا این درد و رنج اگر مقامات ارشد احساس اگر امنیت نمیکنم؟ اگر امنیت به اسرع وقت به کندز برنگرده، به ولسوالیایی که مربوط ولایت کندز از برنگرده، ای فاجعه با کندز محدود و محصور باقی نمیمانه و با دو ولایت دیگه به شکل طبیعی و منطقی تسری و تسرعات خواهد کرد و بازم امی زمامدارای عموم رستن که در برابر افکار ما و در برابر قربانیان ای فجایع آینده پاسخگو خواهند. چقدر باور دارد که به زودترین فرصت در کندز امنیت تامین شود با توجه به اون فرضیه بسیار بزرگ جهانی که شما اشاره کردین؟ اگر امی همت های دوستای ما که به او اشاره کردم و از ما آزردام نشن، متاسفانه اگر این همت داشته باشن که اگر زورشان نمیرسه حداقل خوب بیان در برابر ملت هزار عجز کنن، حداقل بیان در برابر امی پارلمان با امو مشکلاتی که داره بیان بگن که زور ما نمیرسه و ملت و یک پرس کنفرانس بتن بگویند که ای از اختیار ما بیرون است، ما نمیتونیم با کندز بار دیگه امنیت بیاریم، چون پروژه ای نیست که کندز امن شود. این باید برای به تخار، این باید برای به بدخشان، این باید به بغلان، باید به ولایت دیگه، نو ولایت باقی مانده سمت شمال افغانستان باید این توسعه پیدا کنه و این در صلاحیت ما نیست. همین جرأت خود داشته باشم باز در صورت تکلیف ملت روشن میشه، با ملت باید تصمیم بگیره. شکر آقای رادفر. فکر میکنید که اون جرأت مقامات ارشد حکومت وحدت ملی داشته باشد که عجز و ناتوانی خود بر رخ مردم بکشد؟ متاسفانه مهمیان چی که به نام دولت وحدت ملی ما در حال حاضر داریم، یاد ما باشه که تأسیسی دولت هم عوامل دیگه داشت، زمینه های دیگه برش از قبل ایجاد شده بود و این پیشفرض ایجاد شده بود در زمان بنبست انتخاباتی که هرگاه یکی از اینمی دو تیم یکیش به تنهاییش به قدرت بیایه، حالا هر ایکی چی کی چقدر میزان رای مردم را داشت بحث جداگانه بود، ما با فاز دیگه و با یک شکل و نحو دیگه از بحران عبور میکردیم بدون هیچ تردید. اما در حال حاضر باور من ای است که ببینین
از امی در بحث هیئت حقیقت یاب کمی موضوع را بررسی کنیم. استاد امیجا حضور دارن در کشف حقیقت و در رسیدن به حقیقت امی بزرگترین و اساسی ترین عامل بی‌طرفی خود شماست. ایست که شما خودتان امو یک گپ از امی یک نویسنده بزرگ امریکایی است میگه که شما هیچ وقت به حقیقت رسیدن نمیتونین الا اینکه حتی محترمترین عقایدتان زیر سوال نبرین یک بار. اینال ما وقتی یک فاجعه داریم در قندوز که پیامدهایش ادامه داره. چیزی که استاد گفتن بسیار دقیق است. اگر شما جنگ فرسایشی در قندوز و در اطرافش ادامه پیدا بکنه، شما امی چیزی را که ندارین در اونجا امی اداره عامه است. با. چیزی که ندارین خدمات است. چیزی که ندارین مثلا آموزش و پرورش و معارف و تحصیلات عالی و امثال از ایناست. خب ای که شما در درون یک ظرف کاملا امنیتی و نظامی چقدر میتونین به مردم خدمات رای کنین، بحث دوم است. در دوران مقاومت در برابر طالبا اگر مثلا در این طرف طالب به یک رقم مردم را به دهنش میزد وقتی که مثلا اینا از ارائه خدمات و امثال از اینا توقع داشتن، در اون طرف خط این مردم توقع ارائه خدمات نداشت، به خاطر که مشخص بود که امنیت مردم، حیثیت مردم، عزت مردم کاملا در چیز بود، در خطر بود. پس حالا شما زمان کنونی را با زمان طالبا به نوزان در مقایسه میگیرید؟ من با همین مقایسه میخوایم یک بار دیگه تاکید کنم به فرمایش پیشتر استاد که جنگ فرسایشی در شمال شرق افغانستان بدون هیچ تردید محصور به قندوز و نهایتاً گیرم اگر امی رقمی که گفتم میشه باشه که مثلا جدال بین دو تا قماندان یا دو تا جنگ سالار سبب شده باشه که قندوز به طالبات تسلیم داده شد و بازه قدر فاجعه که در پی از او آمد. یک بود قضیه بله که ما به عنوان مردم امی سرزمین هنوز سوالای بسیار کلانی را در برابر از او قرار بتیم. بله امی نوع دید جامعه بین المللی یا امریکایی یا نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارن به این واقع و به این قائله و مباحثی که در سطح منطقه در بهمی تازگی ها مطرح شده و امثال از ایناست که یعنی ما امی توقع هم باید از دستگاه دیپلماسی افغانستان، از رهبری دولت افغانستان باید داشته باشیم. این حق ماست که بفهمیم اگه اینجا یک بازی کلان بین المللی حضور داره و وجود داره، بازیگرای عزیز داخل صحنه افغانستان کی هستند، در کجا هستند. وقتی مجلس افغانستان مسئولین امنیتی را میخواید، بعد اونجا بحث میشه در پشت درهای بسته و سه کلمه هم دوباره حداقل پیامداش برای مردم گفته نمیشه که اونجا چی اتفاق افتاد و چی ها گفته شد و تا جایی هم که ما معلومات گرفتیم نماینده مردم هم قانع نمیشه در ارتباط به پاسخهایی که اونجا داده میشه. پس حالا شما اشاره میکنین در همه موارد در افغانستان به نوع از آنها خودکامگی توسط بعضی از افراد صورت میگیره. یک بحث ای است که ما بله یاد ما باشه که وقتی که در سالهای اول بحث افغانستان مطرح می شد در مجامع غربی تا در مجامع تحقیقاتی و علمی شان درباره افغانستان که گپ می زدن افغانستان پروژکت می گفتن، پروژه افغانستان. یعنی حالا همه چیز در افغانستان پروژه است؟ متاسفانه در 14 سال گذشته در نگاه به مبحث امنیت، نگاه به مبحث تحولات اجتماعی، نگاه به مبحث دولت سازی و ملت سازی و امثال از اینا دید پروژه‌ای بوده و یک دید دورنمایی حضور نداشته و یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تا مال داریم تحمل میکنیم و پیامدهایش داریم تحمل میکنیم امی بحث است. اما در بحث ای که چی کسای چگونه دستن در کار یک قضیه هستند در افغانستان اگر باشند، چیزی را که ما برم قابل درک است، اگر از توان هیئت حقیقت یا باشه که را تثبیت بکنه، از توان دولت افغانستان نیست که به او رسیدگی بکنه. ای تا حدود زیاد روشن است. کار را که ما میتونیم بکنیم امی است که وقتی در یک بخش از افغانستان یک فاجعه اتفاق افتاده، ما وقتی کسی که قربانی است و در زمین افتاده، اول نرم قومیت از او را پرسان نکنم که تو کی هستی، اگه تاجک بودی برش دادخواهی کنم، اگه پشتون بود یا ازبک بود یا هزاره بود خود بیرون بکشم و یک لغت دیگه هم در فرقش بزنم که خوبت شد. ببینین این اتفاقی که متاسفانه اگه در عمل نفتاده، ما در دیدگاه هایی که طرح شده ما ایر شاهد هستیم. ما با حرکت از فاجعه قندوز به جای از اینکه بیایم
برای حل بیندیشیم داریم یک آتش‌های بسیار وحشتناک دیگر را پکه میکنیم و به هر اندازه که رهبری دولت در ارتباط با تعلل برخورد کنه، با تعنی برخورد کنه و با اغماز برخورد کنه و با فرافگنی برخورد بکنه، ما اینمی پیامدها را دشوارتر میتونیم داشته باشیم. یک جمله را میخوایم اضافه کنم، وی که ما بعد از ایجاد دولت وحدت ملی و پیش از این توافقنامه سیاسی که امضا شد بین این دو رهبری دو تیم انتخاباتی، با یک مسئله کل مردم افغانستان از آن داشت، اویی که اینمی طرز حکومت داری و همین نوع نگاه به قدرت و دستگاه قدرت و مناسبات قدرت در این مملکت جواب نمیده. دولت وحدت ملی افغانستان وقتی از امو وظایفش که دمو سرلوحه کارش که توافق نامه سیاسی است، وظایف که به خودش تعریف کرده، به هر اندازه که تعلل کرده بره، به هر اندازه که ایره به تعویق انداخته بره، این مشکلات پیچیده تر و بیشتر و بیشتر شده میره و ما از پرداختن به مسائل کلان، مسائل اساسی و مسائلی که واقعا به سرنوشت ما و مردم ما ارتباط داره به دور میمانیم. ما دو تا مسئله که در اذهان عمومی به یک اولویت مبدل شده بود، یکش بحث توزیع تذکره الکترونیک بود و یکش هم اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی. اینا را داشتیم، وقتی فاجعه قندوز اتفاق افتاد ما تا یک سال دیگه از نظر روانی آماده نمیشیم به این مسائل بپردازیم. بنابراین رهبری دولت وحدت ملی هر چه زودتر باید تمام تلاش خودش را به خرج بده تا قندوز به یک محیط امن به شهروندان قندوز تبدیل شود، نه به جوخه های مرگ و نفرت طالبانی و جریان های تروریستی. آقای فریبر، حالا شما اشاره کردین که در کوتاه مدت و رای حل از توان مقامات ارشد بالاخره حکومت مداران مرکز مدور است، چون افغانستان جزء مجزا از جهان نیست و جهانیان و قدرت های بزرگان در افغانستان به نحوی از آنها پلان های دارند. از دید شما در شرایط کنونی رای حل چی است؟ رای حل همی است که ملت باید آگاه باشه از شهریان شریف قندوز، کسایی که در اوجه هنوز هم محصور در بدر خاک دستر هستن و توان فرار از جره نداشتن و با کسایی که توان فرار از قندوز داشتن، به همه با عنوان برادرشان توصیه میکنم که از تفرقای قومی که دشمنان اسلام ایرا دامن میزنن و چند مزدور معلوم الحال از او معاش میگیره و تنخواه میگیره و گزارش میده، از یا باید بپرهیزن. و دیگه از ملت شریف افغانستان خواهش میکنم که اعتمادی که یک اعتماد مبهمی که نسبت به امروز آینده خصوصا به نظام حاکم دارن، از این باید دست بشویند. پس چه باید حالا بر نظام ملت نیست؟ ملت باید بیدار شود و سایر شهروندهای کشور خصوصا در شهرهای بزرگ متوجه باشند که عین توطئه در شرف تکوین در شهرهای بزرگ دیگه هم هست، که از این باید غافل نباشند. از کسایی که هنوز هم ایمان و وجدان دارند و به منافع اولیای اسلام و افغانستان وفادار هستند، از وا در بدنه دولت که هستند که بدون شک آدم نمیتونند کار کنند، از وا خواهش میکنیم که قربانی مسئلات های سیاسی و زدوبند ها در سطوح بالا و در معاملات کرباب قدرت با خارج ها میکنن نشن. گپ دیگه که دارم کورا در مقدمه میخواستم بگویم، یکی از وجوه فاجعه قندوز که فوق العاده سهمگین و بسیار دردناک است، ازارات یا مجلس استماعی سنای امریکا بود که جان کمپل رفت و صحبت کرد. ما فکر میکنم که امریکایی‌ها یک پیش‌زمینه را میخواستند برای حضور دوام حضور خود و برای افزایش عساکر خود در افغانستان و این مستمسک هم ساختند. و جالبی است که آقای جان کمپل گفت که بر ما اشغال قندوز توسط مخالفان مسئله یک معما بود، بر ما بسیار مضحک بود، این اصطلاحی را که آقای جان کمپل به کار برد، در حالی که این بر تعریف افکارامه بود، ولی افکارامه هم ایالات متحده امریکا یا جهان بوده باشه. ولی یک چیز واضح است که با مستمسک قندوز دست ناتو و دست ایالات متحده امریکا به حساب چی شد؟ قوی شد. آلوا میگن که ما باید در اینجا حضور داشته باشیم و برای پیش بردن رقابت های خود از آدرس افغانستان با رقبای منطقی و جهانی خود از این کشور بیدر و بیدروازه و بی‌زحمت و بیربر میتونه بر مدت های طولانی سوء استفاده کنه، همچنان که تا 14 سال گذشته سوء استفاده کرد. فقط مداخل به عنوان یک مسلمان میگم که ملت ما از این جزرومت ها باید بیاموزه
و قربانی توطئه‌های رنگارنگ دشمنان اسلام افغانستان نشن. آقای ناصری، بر ترکیب همین هیئت بازم بیایم. دقیقاً چقدر باورمند هستین که این هیئت بتواند یک گزارش را کند با توجه به دیدگاه تفاوت دیدگاه؟ حالا یکی میگن که طالب مکتب در نمیداد، شخص دیگری میگفت طالب مکتب در میداد. بفرمایید. من زیاد مطمئن نیستم بدن به خاطر از اینکه تا هنوز تجربه‌ای که در چند مدت اتفاق افتاده با حفظ حرمت به تمام شخصیت هایی که اونجا تشریف بردن، به علتی از اینکه شما ببینین خود همین هیئت این رقم نیست که واقعا مستقل باشه، باید بالاخره ما صادقانه گپ بزنیم. اینا کسانی هستند که بالاخره مود کنترل هاست پشت سر از اینا کنترل میکنه، چون فاجعه قندوز و این مصیبتی که اتفاق افتاده بر مبنای اینمی دیدگاه اتفاق افتاده که با کمال تاسف منجر به و اگر واقعا صداقت در قضیه افغانستان اداره کشور وجود می داشت هرگز چون این فاجعه اتفاق نمی افتاد. با توجه به اینکه مخصوصا با توجه به اینکه تمام سکتورهای محترم امنیتی در اول فصل بهار این قضایا را مطرح می کردن و گفته می شدن، من خدمت شما یادآوری کردم یک مرتبه جنگ تصفیه پیش رفت حدود یک ماه ما دو ماه پیش بود، چرا تصفیه نکردن؟ وقتی که تصفیه نکردن بردن بالاخره برگشتن. مسلمه که اینجا یک سری ابتکارات عمل در خود نهادهای قوی مرکزی حکومت افغانستان اینجا دچار چالش است که اینا اجازه ندادن که واقعا نیروهای ما تشکر میکنیم از نیروهای امنیتی، اونا رو متهم نمیکنیم، سربازا قربانی دادن، افترا قربانی دادن، خانه پدرشان آباد، بالاخره جنگیدن. اما فرض مسئله اینه که نظام به شکلی است که بدون به اصطلاح راپور و بدون قمانده جنگ رسما نمیتونه فایر بکنه، حتی یک مرمی هم فایر کرده نمیتونه. پس میتونیم بگیم که مشکل در قمانده و اداره مملکت وجود داره. این افرادی که تضاد دیدگاه دارن و گرد هم جمع شدن، این هم جزء از همون پلان هایی است به خاطر به دست آوردن حقیقت آنچنانی که است. من میخوام اشاره بکنم که دقیقاً ما با حسن نیتی که به تمام شخصیت ها داریم، خود ترکیب و فرستادن همین هیئت در یک همچه شرایطی که قندوز هنوز تصفیه نشده، اول باید اینا کار عاجل حکومت افغانستانی باشه که تمام قندوز و شهر قندوز و ولایت قندوز و تمام ولسوالی هایی که در اطراف قندوز وجود داره اینا رو به اصطلاح 100% باید تصفیه بکنه تا زمینه برگشت به عنوان خانه خلوت و مطمئن امنیتی مردم شهروندان عزتمند قندوز فراهم شود و بعد از هیئت بفرستن. مثلا شما اشاره میکنید حکومت اولویت کاری خود درک نکرده به هیچ وجه درد نکرده، به دلیل از اینکه اینمی هیئت میره فردا میگه ما تا فلانی جارتا نیستم رفتم، یعنی حقیقت ها منکشف شد و کشف شد، اما بقیه کارها رو ما نمیتونستم به دلیل از اینکه جبهه جنگ فعال بود و کسی به ما اجازه ندادن که فرضاً ما بریم تحقیقات خود انجام بدیم. این یک سرپوش گذاشتن در یک طبق است که بالاخره با کمال تاسف اون طبق مملو از خون شهروندان قندوز پر شد و در مقابل چشمان من تو داره بالاخره به این طرف اون طرف تکان میخوره. آقای رادفر، چه نیازی بود که تشخیصی که تفاوت دیدگاه داشت نسبت به طالبان، حالا گزارش های وجود دارد که طالبان هر چه فجایعی از دستشان آمد در قندوز کردن، چه نیازی وجود داشت که افرادی که دیدگاه متفاوت نسبت به طالبان داشت گرد هم جمع شدن و یک هیئت را تشکیل دادن؟ منظورتان هیئت حقیقتیاب؟ بله، هیئت حقیقتیاب. هیئت حقیقتیاب البته که ترکیبش متنوع باشه خیلی هم خوب است، اما اون طرف یکی میگه یکی از دلایلی که در گذشته هیئت حقیقتیاب جواب نمیداد همین بود که کلش از یک دست و از یک آدرس تعیین میشد. بعدش هم وقتی که معلومات می آوردن، این معلومات مطابق ذوق مقام بالاتر سر هم گذاشته میشد، بعد یک چیزی بر بخورد مردم داده میشد، چون به ازو قصه از اذهان مردم رفته بود. خب پس فکر میکنید که ما یک گزارش داشته باشیم؟ بدون تردید رسمی خو یک گزارش میتونیم داشته باشیم. اون تفاوت دیدگاه حالا کدام یک از تفاوت از دیدگاه خود خواهد گذاشت؟ کسی که از طالب دفاع میکرد یا کسی که مخالف طالب بود؟ این امیر شما در نظر بگیرین یک بوتل آب است. خب حالا شما از یک طرف میبینین به انگلیسی نوشته است، یک طرف اینجا ما طرفش که طرف مک است نوشته است خوب بسیار کوتاه. بله خب اینال ای بسیار خوب است که آدمایی که امی واقعیت از جهت های مختلف ببینه و یک در فرجام یک درک مشترک از این امی پدیده ایجاد شد و ای بسیار خوب است برای از اینکه آدم برسانه به کنه حقیقت. اما دو تا مسئله اصل است، اوی که
شما تا کسای برای طالب چهره های متفاوت می تراشه که در او فاز اول که طالب می کشت و کلمنار جور می کد و سرزمین سوخته ایجاد میکرد و امثال از اینا، محیطشان امن بود و خودشان در یک امنیت نسبی بودند و ماهیت اصلی طالب برشان آشکار نشده بود. امروز یه اتفاقایی که در کندوز افتاده برای مردمی که در برابر جنایت از یا قرار گرفته بود کاملا قابل درک است. طالب هیچ تفاوتی از اونمو سالهای گذشته و امثال نکرد. از حضورتان در بحث ما بینید عزیز، تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لای بنیاز می‌سپارم.